هلو ایوریبادی، چطوری بچه؟ خوش اومدین به یه ویدیو دیگه از چنل میلاد ولف. توی این ویدیو داستان چه؟ مثل همیشه یه داستان خیلی عادی داریم. این دفعه چیه؟ ما چون یه سری از پروژه‌مو با تجربه گفتای خود شما اینطوری بوده که حالا روی دیسکورد هم کار بکنیم، قرار شد که یه بات دیسکورد بسازیم، فقط روش چیزای بیسیک یاد بدیم که در حد 5M و Red M و این چیزا باشه. قرار شد بهتون اینا رو یاد بدیم. پس ما توی این ویدیو اومدم بهتون یاد بدم که چطور بتونید یه بات خیلی قشنگ و تمیز برای خودتون بسازید. قبل از دادن ویدیو یاد نره که حتما چنلتون رو سابسکرایب کن، لایک کن، کامنت انگلیسی هم بنویس، دوستت دارم خیلی زیاد. بریم سراغ ویدیو. بریم لیتس گو. الان ما اینجا چی داریم؟ یه صفحه دسکتاپ داریم که خب هیچ داخلش نیست. میام من کارو ما باز میکنم، میزنم دیسکورد بات. اینو همین نیستم. اول چیزی که واسه من میاد بالا یه سایت از خود دیسکورد دیولپر پورتال. میام توی اینجا یه سری درباره نشه که آره نمیدونم شکلی دیسکورد و این چیزا. میام میخونم، میرسم روی گت استارتد. حالا شما اینجا دو تا داستان داری. یک، اگه که میخوای دیسکورد بات روی هر اکانتی باشه و اینا، قبل از اینکه بیای روی یه همچین صفحه ای ازت میپرسن، میگه لاگین اکانتت کن و تو مجبوری که لاگین اکانتت کنی. پس به این حتما دقت کن، من چون از قبل لاگین کردم دیگه نیازی نیست، همین بالا هم داری پروفایل منو میبینی. حالا من با اینو میکنم، اینا رو من توی یه ویدیو جداگونه قطعا بهتون یاد میدم. حالا فعلا یه باتی رو بتونیم درست کنیم و اینوایتش کنیم توی چنل دیسکورد. درسته؟ میام اینجا. ببین اینجا الان اومد دو تا تیکر رو به ما داره نشون میده. یک، پرسونال. دو، قسمت نیم. این دو تا داستانشون چیه؟ اینه که پرسونال به معنی شخص، یه چیز شخصیه، و پرسونال یعنی همون یه شخصی دقیقا میشه. فور سیزنز که خب مثلا میشه دومی، میشه معمولا یه چیزی که خب مال یه تیمه، تیم بندیش میتونی بکنی که چند نفر بتونن بهش دسترسی هم داشته باشن. من ترجیح من میذارمش رو پرسونال چون میخوام شخصی باشه این بات، به کسی ندمش و یعنی با تیمی چیزی هم کاری ندارم. میام اینجا میزنم مثلا ولف، میذارم من اینجا کریتش میکنم، منتظر وای میسم لود که میشه ایسرا سه من کریت میکنم. یه عکس میخواد ترجن، اینجا سایزشو نوشته 10:24x10:20. اینجا اسمشو میتونم وارد کنم، این پایینم دیسکریپشن. حالا من اگه بیام داخل دیسکوردی که دارم، من روی این بات میام. این باتی که از قدیم بوده قرار بود که ران بشه، بردل ران نشد چون برنامه نیستشو نداشت. این بات یه سری اباوت میداره، این میشه همون دیسکریپشن بات تو که میتونی اضافهش کنی خیلی راه. حالا مثلا این زده وایلد ولف، اینجا هم یه سری چیزای دیگه رو زده و اینجا هم مثلا منم براش دیسکریپشن گذاشتم. حالا من میام سافت توی همین چیزی که اینجا دارم، اینجا یه ولف یوتیوب و یه دیسکریپشن میخواد. دیسکریپشنش رو زمزرم میلاد ولف وای تی، اینو من براش میریسم. یه عکس نیاز داره، حالا هر عکس که دوست داشته براش میذاره. میام مثلا من براش این لوگوی ولفمون رو میام براش میذارم، وای میسم تا لود بشه. بعد که این آپلود میشه، عکس من واسش این تایید میشه، اینجا میره جلو. ما 5 تا تگ داریم، تگایی که میتونی براش بزنی، مال سبک کانتنتیه و کاریه که اپلیکیشنمو میکنه. ما به باتی که میسازیم توی دیسکورد میگیم استلان اپلیکیشن. این اپلیکیشن ما هر کاری که میکنه ما به عنوان تگ میزنیم. اینا رو من مینویسم، مینویسم مثلا اینجا مینویسم میوزیک. یه این تگ حتما بعدش بزنید میوزیک. 5 تا تگ میتونید بهش اضافه کنید، من بهش اضافه میکنم. یه اپلیکیشن آیدی دارید و یه پابلیک کی، این دوتا رو ترجمه کنید، به هیچ عنوان دست کسی نرسه چون راحت میتونن به باتتون دسترسی پیدا کنن و چنلتون رو ببندن. درست نمیدونم چون انجام ندادم، ولی که میدونم این دوتا باید مخفی باشه به همین دلایلی که گفتم. سرور کاونت، تعداد سرورایی هست که بات دیسکورد من یا همون اپلیکیشن من اصطلاحا توی اونا اد شده که حالا زده صفر سرور. اینجا ما یه سری یو آر ال داریم. یو آر ال ها چی هن؟ مثلا یه چیزی مثل این ترمز آف سرویس یو آر ال. یه سایتی شما برای باتت زدی، این سایت مثلا یه هم چیزی رو حس میکن، این سایت به نام باتته و یه سری توضیحات درباره بات توی این سایت داره. میای تیکه تیکه لینکاشو اینجا اضافه میکنی که توی بات باشه و بات اوکی باشه واسه. این مال ایناست معمولا، یه سری یو آر ال و یه سری لینک. یو آر ال منظور همون لینکمونه، بهش اضافه میکنیم که اینا رو داشته باشه. این میایم این قسمت، این قسمت که ما میایم دقیقاً همون اوتورایزیشن، یعنی چه نمیدونم درست این کلمه رو میگم یا نه، یعنی اون سیستم سکیوریتی که بات تو داره، یه همچین چیزی معنانه که کلاینت آیدی دوباره روش داره که ترجیحاً اصلا به کسی ندید. یه کلاینت سیکرت داره که شما اگه ریستش کنید و یسو بزنید، یه کد 6 رقمی ازتون میگیره
یه کد میگیره، کد دو رمزه یه اکانتتون ازتون میگیره و بهتون یک لاین سیکرت جدید میده. این هم ترجیحاً واقعا اینو دیگه هیچ کس نداشته باشه، چون هر کی نداشته باشه خیلی از گزینه‌های باتت به دردش میخوره و فعاله براش. میایم اینا رو میذاریم اینجا، میایم سراغ بعدی. بعد نشته بات، بات دوباره میشه چیزایی که مربوط به رباتت. یه توکن داره، این توکنم دوباره بازم من میگم این 4 تا گزینه شد تا الان. یکی شد اینجا اپلیکیشن آی دی، یکی پابلیک کی، یکیم کلاینت سیکرت و یکیم با این توکنی که اینجا. این توکن خیلی ببینید این جانزده خودش میگه که برای این که این، یعنی انقدر این اهمیتش بالاست، خودش بالا سرش نشه واسه این که انقدر امنیتمون بالا باشه اومدیم یه کاری کردیم که این بیشتر از یک بار بهتون نشون داده نشه و واسه بار بعدی حتما با ریست توکنش کنید. این پس شما اگه که میخواید اینو ببینید حتما روی ریست توکن بزنید، یه سو بزنید بهتون یه توکن جدید میده. ولی ترجیحاً دوباره میام به هیچ کسی اینا ندید به این شما، چون اگه که به باتتون دسترسی پیدا کردن کل کدایی که شما واسه باتتون زد یا میتونن راحت غیر فعال کنن و کدای خودشون رو بیارن بالا، بات رو روشن میکنن واسه خودشون و کل گنده کاری که میخوان انجام بدن رو براتون راحت انجام میدن. در پابلیک بات شما اگه این تیکش از این گوشش بردارید، یعنی اینکه کسی به غیر از شما نمیتونه این بات رو جوین سرور بکنه، اوکی؟ ولی اگه شما این بات رو تیکش رو بذارید اینجا رو، همه از دم میتونن بذارن، همه از دم میتونن بات رو اد کنن توی هر چنلی و همه میتونن استفادهش کنن. ترجمه اینو بازش میکنم چون من میخوام با یه اکانت های دیگه هم اینو واردش کنم و سر همین داستان باهاش مشکل دارم. این اکانتت آیا به دو رمز بودن بستگی داره؟ یعنی دو رمز یه اکانت حتما باید باز باشه؟ میزنم همونطوری باشه. این مال موقعیه که شما وقتی که میخواید این باتو جوین یه چنلش بکنید حتما باید به این موضوع دقت خاصی داشته باشید. ترجمه من اینو مثلا الان غیر فعالش میذارم چون نیاز ندارم ازش اونقدر رو استفاده کنم. دوباره من از شما یه سرچ دیگر پرسیدم، مثل چی؟ مثل اینه مثلا پرسیدم من اینو تیکشو میزنم که آره آپدیت ها رو هم دریافت کنم و اینجا زده که بات شما میتونه از این ایونت هایی که لیست شده زیر گیلد ممبرز هستن استفاده کنه. میزنم بله. چرا؟ چون که یه سری از مثلا فایو بود که یه سری تریگر ایونت داشت، اینجا هم یه سری تریگر ایونت داره. اگه که این چیزی که درست من کردم این باشه، یعنی که شما یه سری از تریگر براتون فعال میشه درباره پیدا کردن پلیر و لیست این پلیر و این چیزا. میام پایین تر میبینم که آره زده بات پرمیشنز. هر یه باتی شما که تو دیسکورد باشید، بات ها هر یکشون یه پرمیشنی واسه خودشون دارن. داستان چیه؟ شما اگه میخوای از این پرمیشن استفاده کنی، میای مثلا اینجا میزنی سن مسیج و میخوای استفاده کنی، آره. میخوای ادمنستریتور باتت داشته باشه، ادمنستریتور میشه چی؟ میشه کل این پرمیشنایی که اینجا هست لیستش. میخوای اینو داشته باشه 100% داشته باشه، میخوای نداشته باشه میخوای دونه دونه بزنی، آره. کیک ممبر داشته باشه، بن نداشته باشه، نمیدونم اینا رو میای همه رو از دم برای خودت ست میکنی که باتت معلوم بشه دقیقاً میخواد چیکار کنه. من ترجیحاً چون میخوام واسه فایوم استفادهش کنم، یه سن مسیج براش میذارم داشته باشه و یه ویو چنل، اگه که ویو چنل هم داشته باشه اینه، میخوام اینا رو داشته باشه و اوکی شد دیگه، اینو میذارم باشه روش که تمام بشه. یه ریچ پرفرنس داریم، این مال موقعی که مثلا یه میخواد بزنه پلینگ، نمیدونم چه این داستانی که با بقیه چیزا ما کاری نداریم. الان ما تونستیم یه بات خیلی تمیز رو درست کنیم راحت واسه خودم. حالا یه سوال اینجا، چه شکلی ما بتونیم این بات رو اینوایتش کنیم توی چنل خودم؟ سوال خیلی قشنگیه، خودم پرسیدم از خودم. ولی خب میام اینجا، من براتون من یه لینکی میذارم توی قسمت دیسکریپشن ویدیو. این لینک رو شما کپی میکنید، یه جای زده کلاینت آیدی مساوی 1 2 3 4 5 6 7 8، رفته تا بالا تا جایی که زده دوتا یه اند نوشته، اند پرمیشنز. شما میاد دقیقا این قسمت رو من برای شما ادیتش میکنم، میزنم کلاینت آیدی هیر. اینجا من برای شما براتون مینویسم که کارتون راحت تر جلو بره. میام اینجا، میام توی همون لیست بات خودم، یه کلاینت آیدی یادتون باشه ساخته بود توی OAUTH2 authorization قسمت کلاینت آیدی، کپیش میکنی و میذاری دقیقا اینجا. وقتی که میذاری اینجا میاد جلوتر، یه سرچ دیگه هم ازت میپرسه که ما اصلا فعلا باهاش کاری نداریم. من اینتر میزنم. وقتی که اینتر میزنم میاد توی صفحه اینوایت که آره تو میخوای مثلا توی کدوم چنل اینوایتش کنی یا این داستان. همینطوری که میذاره ولف یوتیوب، هیچ اکسس هم ننوشته واسه من، توی کدوم چنل جوینش کن. میزنی مثلا چنل ولف، کانتینیو رو میزنی، یه کد ازت میگیره و جوین چنل ولف میشه. به همین راحتی من اومدم کاری کردم که این اینطوری بتونه جوین چنل ولف بشه و سایر کارا رو بتونم باهاش انجام بدم. پس یادتون نره این داستانا، لینکش رو براتون گذاشتم توی دیسکریپشن چنل.
من اینطوری من میتونم اینو جوینش کنم. حالا یه موضوعی هست. ما یه جایی بهتون گفتم درباره پرمیشن که میتونیم بهش اضافه کنیم. اومدم اینجا من دو تا تیکه پرمیشن رو زدم. سن مسیج و رید مسیج. چه شکلی من اینا رو بهش اضافه کنم؟ این پایین بهم یه کد داده C72. کپیش میکنم میام روی همین کامنتی که خودم نوشتم. شما اگه پرمیشن داری که هیچ. این کاری که میگم من انجام میدم. اگه پرمیشن نداری پرمیشن از هیری که برات من توی اینجا نوشتم و پاکش کن حتما. یه جوری هم نیستم پیدا باشه حتما. اینجا زده پرمیشن موسای با سیف. اینو من اینجا پیستش کنم و اینا اینتر میزنم. حالا که اینتر میزنم بعد واسه من بنویسه که چه پرمیشن هایی میخواد. اینو من زدم میام روی این روی ولف میزنم. اینجا زده که this required to have server permissions in this server. این بات شما نیاز داره به یه سری پرمیشن به یه سری استفاده کردن از پرمیشن چنلت و بعد قبولش کنی. شما authorize میزنی continue رو میزنی میره داخل سرور. به همین راحتی من اومدم تیکه تیکه بهش این پرمیشنم دادم. این میشه سیستم بات که ما داشتیم. این قسمتش حتما توی شورت ویدیو هم هست. هر تایمی گم کرده لینکش رو توی شورت ویدیو هم هست ببین حتما. دوست دارم خیلی زیاد. مرسی از اینکه وقت گذاشتی. ایده یا هر چیزی که داشتی توی کامنت ها بنویس. دوست دارم خیلی زیاد. فعلا پیس. رب کردن مردم فکر میکنن ساده است دستم میندازم بعدم چک میکنن گاونم از سری